سلام بچه های عزیزم، خسته نباشید. درس سوم جامعه شناسی سه پایه 12 انسانی، درس سوم در ارتباط با نظم اجتماعی هست. خب ما رسیده بودیم تا سر جامعه شناسی تبیینی. اصولا ما میخوایم بدونیم که تبیین به معنای چیه. تبیین از ریشه بیان هست، به معنای علتیابی، به معنای واقعی پدیده ها. فرضاً جامعه شناسی تبیینی دنبال اینه که چه چیز علت به وجود اومدن یک پدیده است و چه چیز علت نابودی یا زوال یا از بین رفتن یک پدیده است. جامعه شناسی تبیینی در واقع در صدد اینه که رابطه میان متغیرها و معلولها رو کشف بکنه، بررسی بکنه. مثلا معلولی رو وقتی میبینیم نگاه میکنه در روی کرد و نگرش جامعه شناسی تبیینی، این معلول زایده چه عواملی میتونه باشه. فرضاً وقتی ما میبینیم که درصد جرایم اجتماعی در سطح جامعه کاهش پیدا میکنه، ما میتونیم بگیم که این به عنوان یک معلول هست. علتش چیه؟ علتش افزایش همبستگی ها و انسجام اجتماعی میتونه باشه. ما یه مثال، چون در نظام آموزشی کار میکنیم، یه مثالی از خود درس میزنیم، از آموزش میزنیم. به چه علت دانش آموزی هست که فرضاً معدل بالا داره و تمام نمرات و دروسش به نحو عالی درس میکنه و کیفیت آموزشی داره؟ علتش چیه؟ علتش اینه که این فرد اولا از انگیزه و روحیه و توان روانی بالایی داره و دوم اینکه پشتکار و تلاش در کار این دانش آموز دیده میشه. بنابراین در جامعه شناسی تبیینی همواره برای ارتباط میان پدیده ها ما دو تا فرزند متغیر داریم که یک متغیر به عنوان علت میشه، متغیر دوم به عنوان معلول میشه. بنابراین ما علت و واکاوی پدیده ها رو میتونیم در جامعه شناسی تبیینی عنوان بکنیم. یا مثلا حرارت باعث انبساط فلزات میشه. سه چهار تا مثال در این ایده زدیم کافیه. جامعه شناسی تبیینی دنبال یه روشیه، بهش میگه یکسانپنداری روش ها، یکسانپنداری علوم. میگه در واقع به معنای وحدت رویه و وحدت روشه. میگه یک روش که همون وحدت روش علوم باشه در همه دانش های علمی و روش مطالعه چیه؟ یکسان است. مثلا روش مطالعه علم جامعه شناسی با فیزیک میگه یکسانه، با شیمی بازدید شناسی فرضاً میگه یکسانه. ما باعث به یکسان پنداری برسیم. ما در رشته های غیر از علوم انسانی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ما نیاز به یک سری ابزارهایی داریم. این ابزارها هم به ما میتونن کمک بکنن در علوم طبیعی و در علوم ابزاری. ما هم ابزار تسلط ما رو بر طبیعت میتونن مشخص بکنن و هم در واقع محدودیت هایی رو میتونن در اون رشته، در اون کار وقتی وجود داره، ما رو میتونن رهایی از یک سری از محدودیت ها ایجاد بکنن. خب این در مورد خود جامعه شناسی تبیینی بود. در ارتباط با اینکه در جامعه شناسان تبیینی دنبال کدام روش میگردن، میگن همون روشی که در علوم طبیعی و در علوم تجربی دیده میشه، حسی و تجربی که به شکل مشاهده‌ای هست، همون روش هم ما بیاییم در علوم انسانی ما پیاده بکنیم، در صورتی که از لحاظ منطقی چنین چیزی درست نمیتونه باشه. ما یک مقدار تاریخچه جامعه شناسی تبیینی رو براتون توضیح میدیم. جامعه شناسی در نخستین روزهای شروع به کار خودش، در آغازین روزهای شروع به کار خودش رو به علوم طبیعی نزدیک میکنه و در واقع مخصوصا به علم فیزیک خودش رو نزدیک میکنه. به همین خاطر اگوستکون به عنوان پایه‌گذار جامعه شناسی نام فیزیک اجتماعی رو برای جامعه شناسی انتخاب میکنه که ابتداعا در چند صد سال پیش
فیزیک اجتماعی به این علم داده بودن و بعدها اسم این رشته تغییر میکنه به جامعه شناسی. خب رویکرد جامعه شناسی رو در زمره دانش‌های تجربی و ابزاری قرار میدن و به همین علت بهش اسم جامعه شناسی تبیینی رو عنوان میکنن. در رویکرد تبیینی پدیده‌های اجتماعی رو میگه مثل پدیده‌های چی طبیعی هستن. همون روشی که برای شناخت پدیده‌های طبیعی به کار میبریم، همون شناخت باید بچه‌های من باید برای پدیده‌های اجتماعی هم به کار برده بشه. بنابراین در علوم طبیعی اینها دنبال نظم موجود در طبیعت میگردن، پس به همون شکل در علوم جامعه شناسی هم بایستی جامعه شناسان نظم اجتماعی رو پیدا بکنن و تا بتونن قدرت پیشبینی، پیشگیری و کنترل جامعه رو داشته باشن. همانطوری که در علوم طبیعی به اصطلاح میخوان نظم موجود در طبیعت رو کشف بکنن، در واقع و بعد از شناختن نظم موجود در طبیعت میتونن پیشبینی، پیشگیری و به اصطلاح علت حوادث طبیعی رو حتی پیشبینی بکنن و به همین دلیل نام این کار، این روش به رویکرد جامعه شناسی تبیینی معروف شده. اصولا هر هدفی که در علوم طبیعی میگه وجود داره در علوم جامعه شناسی هم بایستی وجود داشته باشه. شما در نظر بگیرید وقتی اجسام رو دارید شناسایی میکنید، وقتی که در علم فیزیک ما مواد رو، شیمی مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و نتیجه حاصل میکنیم، میگه در جامعه شناسی هم وقتی نظم اجتماعی رو جامعه شناسان شناختن، اون وقت میتونن برای نظم اجتماعی که شناختن برای جامعه قدرت پیشبینی دارن، قدرت پیشگویی دارن، قدرت پیشبینی از حوادث دارن و کنترل مسائل اجتماعی رو میتونن داشته باشن. یکی از عواملی که باعث شد جامعه شناسان تبیینی دنبال رویکرد در واقع رویکردهای طبیعی بیفتن این بود که موفقیت هایی که در علوم طبیعی علل خصوص در علم زیست شناسی ایجاد شده بود، جامعه شناسان رو واداشت به این کار که اینها هم بیان از وحدت رویه علمی استفاده بکنن، هم روش حسی و روش تجربی. اینها اعتقاد دارند که جامعه شناسان تبیینی وقتی که اجزا و در واقع بدن انسان که از یک سری اندام‌ها و بافت‌ها تشکیل شده، اینها رو در کنار هم قرار بدیم، نظم به وجود میاد. اجزا و قطعات ماشین رو در کنار هم قرار بدیم، چیزی به نام خودرو داریم. بنابراین در جامعه هم همین نظم رو در کنار هم میتونیم بذاریم و شاهد جامعه منظم باشیم. قسمت دیگه درس در ارتباط با اینه که ما در جامعه شناسی یه سوالی داریم، اینی که جامعه و نظام اجتماعی رو میشه به یک موجود زنده تشبیه کرد، اما آیا سوال میکنیم آیا جامعه یک موجود زنده است یا خیر؟ جامعه موجود زنده نیست، بلکه شبیه موجود زنده میتونه باشه. خب مسئله بعد در ارتباط با این مسئله بود که علوم انسانی و علوم اجتماعی، جامعه اگه جامعه رو به سان یک طبیعت ما تصور بکنیم و اون رو به عنوان یک دستاورد انسانی ندونیم، یعنی جامعه رو بیاییم مثل طبیعت، طبیعت بیرون از ماست، مستقل از ماست، ما طبیعت رو به وجود نیاوردیم، طبیعت رو در واقع ما مسائل انسانی رو بیرون از واقعیت تصور بکنیم که با قوانین طبیعی هم اداره میشه، در آن صورت ما تنها دانشی که داریم دانش ابزاریه و قادر نیستیم تغییر بنیادی در جامعه به وجود بیاریم. ببینید بچه های عزیزم، اگر ما علم جامعه شناسی رو دقیقا بخوایم به علوم طبیعی نزدیک بکنیم و با استفاده از قوانین طبیعی علوم جامعه شناسی رو شناسایی بکنیم و در واقع خب انسان تبدیل به یک ماشینی میشه که جز یک شرایط انفعالی و منفعل و وابسته بودن چیز دیگه از انسان ساخته نیست. انسان در چنین شرایطی قدرت اراده خودش رو، قدرت تصمیم گیری های خودش از دست میده.
ما هیچ وقت نمیتونیم قطعات و اجزای متشکل یک ماشین رو با در واقع نظم اجتماعی همسان بگیریم، یک سانگاری بکنیم، چون این فرضی میتونه اشتباه باشه و کاملا غلطه. ما انسان‌ها رو وقتی کنش‌های انسانی در واقع هم آگاهانه هست، هم هدفداره، هم معناداره و هم در واقع میتونه ارادی باشه. ما اگر روش‌هایی که در جامعه شناسی اون روش‌ها رو بیاییم در علوم طبیعی وجود داره، همون روش‌ها رو در جامعه شناسی پیاده بکنیم، مسلماً انسان اختیار اراده خودش از دست میده و اکتیویتی و فعالیت‌های انسانی از بین میره و انسان به موجودی وابسته و منفعل تبدیل میشه. یکسان دانستن طبیعت و جامعه انسان‌ها رو به پیچ مورهای نظم اجتماعی تبدیل میده. یعنی انسان دیگه هیچ اراده‌ای و هیچ اختیار و قدرتی از خودش نداره، در حالی که جامعه برخلاف طبیعت محصول و مخلوق و حاصل دست کنش‌های انسانیه. جامعه انسانی رو انسان‌ها به وجود آوردن، ساختارهای جامعه رو انسان‌ها به وجود آوردن. کنش‌ها از ما سر می‌زنه، کنش‌ها خاصیت معناداری، هدفداری، آگاهانه بودن، جهت‌داری و ارادی بودن رو می‌تونن داشته باشن. چرا یکسان دانستن جامعه و طبیعت در جامعه شناسی تبیین قابل نقضه؟ به خاطر اینکه ما اگر این یکسان پنداری جامعه و طبیعت رو در نظر بگیریم، لذا انسان‌ها مثل پیچ مهره‌های یک ماشین می‌تونن بشن. اگر اون پیش مهره ها قدرت اختیار اراده رو دارن، لذا انسان ها هم میتونن قدرت اختیار و اراده هم داشته باشن. بنابراین ما اگر طبیعت و جامعه رو یکسان، جامعه متشکل از انسانه، انسانی که معلم، انسانی که پزشک، انسانی که پرستار، انسانی که در واقع کار ساختمان رو انجام میده، انسانی که مهندس عمران هست، مهندس مکانیک هست، انسانی که به اصطلاح کارش تربیت بدنی هست، ورزش هست، اینها اعضای جامعه هستند، درسته؟ بنابراین ما چنین انسانهایی رو نادیده گرفتیم و انسانها عمدتاً به کنار زده میشن و در واقع همه تصمیمات برای اونها گرفته میشه. خب بنابراین جامعه شناسی تبیینی جامعه رو اگه صرفاً یک پدیده پیچیده اجتماعی میدونه، تفاوت‌های میان جوامع رو فقط تفاوت کمی میدونه، اصلا به کیفیتش اهمیتی نمیده. کمی هم به معنای مقداری هست، عددی هست، اندازه‌گیری میشه، اندازه‌گیری کرد. آیا میشه محبت و مهربانی و فضیلت رو اندازه‌گیری کرد؟ آیا میشه خشونت رو اندازه‌گیری کرد؟ نمیشه، درسته؟ ولی ما میدونیم مثلا در آزمایشگاه شیمی ما یه سری مواد رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم از ترکیب مواد چه چیزی به وجود میاد. خب بنابراین از لحاظ جامعه شناسی تبیینی تنها تفاوتی که میان جوامع وجود داره تفاوت‌ها کمی و مقداریه. و مسئله دیگه که باید بگیم اینه که طرفداران همین جامعه شناسی تبیینی اعتقاد دارن که جوامع وقتی میخوان پیشرفت بکنن، مسیر پیشرفت اینها یکسانه، اینها همه مثل هم میتونن، اینها میتونن در واقع از یک نسخه پیشرفت برای کل بشریت، برای کل کره زمین استفاده بکنن. یعنی مثلا شما ژاپن رو در نظر بگیرید، راهی که ژاپنی‌ها برای توسعه انسانی و پیشرفت‌های اجتماعی اقتصادی خودشون به کار گرفتن، مثلا ما این روش توسعه یکسان رو بیایم این نسخه پیشیش برای کل عالم باشه، در صورتی که اینجوری نیست. انسان‌های هر به اصطلاح جامعه، ناحیه، فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، رفتارها، منش، شخصیتشون متفاوت، حتی شرایط اقلیمی هم میتونه روی اوضاع و احوال روحی، روانی و رفتاری انسان‌ها تاثیرگذار باشه. بنابراین انسان‌ها، ذهنیت هر انسانی برگرفته از محیط اون انسانه، نیازهای هر انسان هم همینجوری تعریف میشه. شما نگاه کنید ساختمان سازی رو در منطقه گیلان و مازندران با تهران مقایسه کنید. در تهران خانه ها پشت بامشون صافه،
در صورتی در ناحیه شمال به علت نزولات جوی علی‌خصوص بارندگی هایی که داریم، خونه ها به شکل شیروانی درست میشن تا آب بتونه از اونها نفوذ پایین بره. توجه میکنید؟ بنابراین اون شکل خانسازی که در تهران هست در منطقه شمال وجود نداره. پس اگر ما بگیم که همه جوامع مسیری یکسان رو به سوی توسعه طی میکنن، از حالت ساده به راه حالت پیچیده میتونن تبدیل بشن، چنین فرضی اصلا محال هست. بنابراین برای جامعه انسانی اصلا صدق نمیکنه. واقعیت داستان اینه که انسان ها میتونن جوامع رو تغییر بدن، جوامع جدید رو به وجود بیارن، فرهنگ های جدید رو به وجود میارن و اینها میتونن تاریخ های در واقع گوناگونی رو انسان ها ایجاد بکنن. چرا روی کرده جامعه شناسی تدوینی در مورد انسان ها قابل نقده؟ چرا که بین انسان ها و موجودات طبیعی یه سری تفاوت های بنیادی وجود داره. قسمت دیگه درس ما جامعه شناسی تبیینی، موضوع در صفحه 27، روش و هدف. موضوع جامعه شناسی تبیینی پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی هستند. روشی که در جامعه شناسی تبیینی به کار میره روش حس و تجربه است، نگاه از بیرون دارند. هدف چیه در جامعه شناسی تبیینی؟ پیشبینی و کنترل پیدایش. حالا هدف چیه در علوم طبیعی؟ پیشبینی و کنترل پدیده های طبیعی. روش چیه؟ حس تجربه، نگاه از بیرون. موضوع چیه؟ پدیده های طبیعی همانند پدیده های اجتماعی. جای اینها میتونه عوض بشه. من توضیح درباره آشنازدایی برای بچه های عزیزم بگم. ببین بچه ها، آشنازدایی امروزه به عنوان یک تکنیک هست، به عنوان یک روش میتونه باشه که جامعه شناسان از این روش امروز استفاده میکنن. ما میگیم نظم دیده نمیشه، نظم شاهده نمیشه، ولی بی نظمی دیده میشه. چرا نظم دیده نمیشه؟ چون چشمای ما به نظم عادت کرده. توجه میکنید؟ ببینید جامعه شناسانی که از تکنیک هایی که دارن اینه، برای شناختن نظم از امور آشنا و مرموز آشنازدایی میکنن. یعنی خودشون به عنوان یک فرد غریبه به مسائل اطراف و پیرامون خودشون نگاه میکنن و در کنار بی نظمی نظمی رو به وجود میارن. نوع نگاه جامعه شناس به جامعه و مسائل اجتماعی با افراد عادی جامعه متفاوت هست. شما وقتی که مثلا یه عکس از رادیولوژی رفتی، عکس از کلیه های خودت گرفتی، عکس از به اصطلاح قلب خودت گرفتی، ام‌آرای کردی در قسمتی از اندام ها و بافت های بدنه، خب این عکس خودتو به هر کس نمیتونه نشون بدی. عکست میبری پیش دکتر خودت، رادیولوژی باشه، عکس شناسایی میکنه، مسائل بیماری ها رو تشخیص میده و اون وقت میتونه در واقع دارو برای شما پیش اون پزشک، مثلا مشکلات کلیه داری پیش همون پزشک کلیه میری، دارو درمان میکنه و نهایتا سلامت خودت ممکنه به دست بیاری. نوع نگاه جامعه شناسان به مسائل جامعه فرق میکنه. فرضاً اگر یک جامعه شناس یک مدتی رو، حالا کوتاه مدت بلند مدت کار نداریم، وقتی که میخواد در یک جامعه اشاعری یا جامعه روستانشین بره مسائل فرهنگی اون قوم و قبیله رو بشناسه، این فرد یک مدتی بایستی در اون مکان زندگی بکنه و به اونها هم نگه که مثلا من به عنوان پژوهشگر در منطقه جغرافیایی شما وارد شدم، اجتماع شما وارد شدم. این بایستی به عنوان یک فرد غریبه به مسائل نگاه بکنه و اون وقت بتونه داده هایی رو از به عنوان یک فرد غریبه از محیطی که میخواد استخراج بکنه. و الا استخراج داده ها به عنوان یک پژوهشگر به همین راحتی هم امکان پذیر نیست و اونها هم کلا نباید بدونن که این فرد برای کارهای تحقیقاتی اومده. لذا در
آشنازدایی یعنی جامعه شناسان از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره خودشون نگاه میکنن و در کنار بی‌نظمی نظمی رو به وجود میارن. نظم اصولا قرار دادن هر پدیده سر جای خودش میتونه باشه. نظم به ما این پدیده رو نوید میده که این به اصطلاح آگاه میکنه که نوع روابط ما با دیگران چطوریه، ما پیش بینی رفتار دیگران رو میتونیم انجام بدیم، ما در روابط اجتماعی خود رو میتونیم چجوری با دیگران رفتار بکنیم. همچنین نظم اجتماعی قاعده رو به ما یاد میده که چه توقعاتی از افراد داشته باشیم، چه توقعاتی از جامعه داشته باشیم. اینها میتونه به اصطلاح مطرح بشه. خب این هم در ارتباط با درس سوم شما. بچه های عزیزم، در پایه 12 شما برای امتحانتون درس اول و درس دوم رو خوب مطالعه میکنید، آماده میشید برای امتحان، حضور پیدا میکنید. حالا به هر نحوی که خودتون مایل هستید، حالا حضوری میدید غیر حضوری میدید، به اختیاری در دست خود شماست. براتون آرزوی موفقیت دارم. پس درس های اول و دوم رو آماده میشید برای امتحان مستمر ماهانه. به امید دیدار همه شما رو به خداوند بزرگ منان میسپارم. خدا نگهدار شما. سلام دختر من، حالتون خوبه؟ خسته نباشی. معنی درس دو رو شروع کنیم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج خانه خدا بر مردم، بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند، واجب الهی است. الدرس الثاني مكة المكرمة ثم المدينة المنورة. مكة المكرمة ومدينة المنورة. جلس أعضاء الأسرة أمام التلفاز وهم يشاهدون الحجاج فی المطار. اعضای خانواده روبروی تلویزیون نشستند در حالی که حاجیان را در فرودگاه تماشا می کردند. نظر عارف الى والديه فرأى دموعهما تتساقط من اعینهما. عارف به پدر و مادرش نگاه کرد، پس اشکهایشان را دید که از چشمانشان پی در پی می افتند. تتصابت و آب تفاول بچه. فسأل عارف والده و متعجبن. پس عارف با تعجب و شگفتی از پدرش پرسید. یا ابی لم تبکی، ای پدرم برای چه گریه میکنی؟ الابو هینما ارناس یذهبون الی الحج تمر امامی ذکریاتی فاقول فی نفسی. پدر، هنگامی که
وقتی که مردم را میبینم که به حج میروند، خاطراتم از برابرم میگذرند و با خودم میگویم یا لیتنی اذهب مرةً اخرى، ای کاش من بار دیگر بروم. بچه ها، یا لیتنی چی چیزی رو یادتون میاره؟ لیت از حروف مشبهتون بالفعله، نون که اینجا هست نون وقایه هست، این یه اسم حروف مشبهتون بالفعله، از هوا هم خبر حروف مشبهتون بالفعله، پس یا لیتنی از لیت از حروف مشبهتون بالفعله. رقیتون ولکن نکه ادیت فریضت الحج فی سنت الماضیت مع امی. این لکنم بچه از حروف مشبهتون بالفعله، لکنم از حروف مشبهتون بالفعله که این کاف اسمشه، ادیتم خبرش هستش. رقیه ولی تو فریضه یا عمل واجب حج را در سال گذشته با مادرم انجام دادی یا به جا آوردی. الام لقد اشتاق ابوكما الى الحرمين الشريفين والبقيع الشريفه. مادر، پدرتان مشتاق دو حرم شریف، حرمین شریفین، موصوف صفتن بچه اینجا، دو حرم شریف و داخل پرانتز میتونین بنویسین قبرستان، پرانتز رو ببندین، بقیع شریف شده است. منظور از بقیع همون قبرستان بقیع هستش بچه. عارفون انت مشتاقتون ایزن یا اما. عارف، ای مادر، آیا تو نیز مشتاق هستی؟ تو نیز همچنین مشتاق هستی؟ هم زمزه استفهامی است بچه. الام نعم به تأکید یا بنیه. مادر، بله البته پسرکم. الاغو کل مسلم حين يرى هذا المشهد يشتاق اليه. يشتاق اینجا بچه ها مضارعی باب افتعال هستش. پدر، هر مسلمانی وقتی این صحنه را میبیند مشتاق آن میشود. عارفون ما هی از ذکریات کما عن الحج. عارف، خاطراتتان از حج چیست؟ الابو اتذکر خیام الحجاج فی منا و عرفات و رمی الجمرات و الطواف حول الکعبة الشریفة و السعی بین الصفا و المروه و زیارت البقیع الشریف. پدر، خیام جمع مکسر مفردش خیمه، چادرها. پدر، چادرهای یا خیمه های حاجیان در منا و
عرفات و پرتاب سنگ ها، رمی جمرات که همون عمل سنگ انداختن هستش، پرتاب سنگ به طرف شیطان هستش. پس چادرهای حاجیان در منا و عرفات و رمی جمرات، حالا میتونید داخل پرانتز بنویسید پرتاب سنگ ها و طواف و گردش گرد کعبه شریف و سعی، یعنی دویدن، سعی به معنی دویدن تلاش و سعی بین صفا و مروه را و زیارت بقیع شریف را به یاد می آورم. تذکر یا تذکر و تذکر، تذکر باب تفعل، مضارع باب تفعل. انا تذکر و الامو و انا تذکر و جبل النور الذي كان النبي يتعبد في غار حراء الواقع في قمته. مادر و من کوه نور را به یاد می آورم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا واقع در قله آن عبادت می کرد. تعبد یتعبد و تعبد، یتعبد و مضاری باب تفعل. رقیت انا قرأت فی کتاب تربیت دینیت ان اولا آیات القرآن نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی غار حرا. خب چون تو متنی که من دارم کلمات زیاد واضح نیست، من ناچارم هی به کتابم نگاه کنم بچه‌ها. خب رقیه، من در کتاب تربیت دینی یا همون دین زندگی که ما میگیم داخل پرانتز میدونیم دین زندگی، دین و زندگی، خواندم که نخستین آیات قرآن در غار حرا بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. خب اولا مؤنث اول هستش بچه ها، اولا مؤنث اول هستش. خب هل رأیت القهره یا اما، ای مادر آیا غار را دیدی؟ الام لا یا بنیتی الغار یقع فوق جبل مرتفع لا یستطیع صعوده الا الاقویا، صعوده الا الاقویا. خب مادر، نه ای دخترکم، غار حرا منظورم و غار منظورم و غار حرا هستش، غار حرا هستش، غار بالای کوهی بلند است که فقط افراد قوی می توانند از آن بالا بروند. مرتفع الان اسم فاعل مزیده، ارتفع یرتفع و مرتفع. خب الان مرتفع اسم فاعل باب افتعال هستش بچه ها، افتعال یفتعال و افتعال. مرتفع پس اسم فاعل
با به افتاله لا یستتی او هم مزاره منفیه و باب استفاده اقوی ها هم جمع مکسره که مفردش میشه قوی و انت تعلمین ان رجلی تقلمونی خب و تو میدانی که پایم درد میکند و تو میدانی که پایم درد میکند رقیه هل رأیت ما قار الثور الذي لجا الیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی طریق هجرته الى المدینه المنوره گرغیه آیا دیدی قار الثور را که پیامبر در راه هجرتش به مدینه منوره به آن پناه برد لجا الی پناه برد منور هم بچه ها منور اسم مفعوله اسم مفعوله که گفتیم که مربوط به باب تفعیل هست تفعیل هستش که برای درست کردنش نفر یا نفرو بوده یا نفرو بوده که حرف مضارع میم مضمون میگیره و حرف ما قبل آخر فتحه میگیره و تو هم که علامت تأنیث میشه الابو لا یا عزیزتی انا اتمنى ان اتشرف مع جميع اعضاء الاسره جميع اعضاء الاسره و مع الاقرباء لزياره مكه المكرمه والمدينه المنوره مره اخرى و ازور هذه الاماكن پدر نه ای عزیزم من آرزو دارم که بار دیگر همراه با همه اعضای خانواده و نزدیکان به زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف بشم و این مکانها را زیارت کنم یا ببینم خب اقربا جمع مکسره مکرمت اینجا اسم مفعول بعد از او رو هم که مزاره هستش و انا زمینش خب الموجم همطور که میبینین الموجم لغات رو نوشته و معنی هاش گفته که علمه به درد آورد مزارش میشه یعلم و رجلی تعلمونی پایم درد میکند اشتاق هم مشتاق شد که مزارش یشتاق ها هستش و همینطور که میدونین گفتم که باب افتعال امه ای مادرم بنیه پسرکم بنیتی دخترکم تعبده عبادت کرد با به تفعول تلفاز تلویزیون الخیام چادرها جمع مکسر مفردش خیمه هست
الرجل به معنی پا و جمعش ارجل، رمی جمرات پرتاب ریگ ها که تو مراسم حج دیدار کرد، مزارشی از رو زرتو دیدار کردم. سعی به منی، از سعی به منی دویدن تلاش، القمت قله جمع جمع القمم و لجع الى به به پناه بود، به قار پناه بود یا به کلماتی که ما بین این یا به پناه به قار پناه مثل من ندرد مریم رو گذر کرد که مزارش یمرو هستش، المشهد یعنی صحنه. این جواب الاسئله التالیه من عمود ثانی، من العمود ثانی اسنان زا ادتانه. خب میگه که یه سری سوال داره که جوابش در اینجا آورده شده، جوابش در اینجا آورده شده و دو تا از جوابهایی که اینجا اومده چیه اضافه هستش. داره لماذا لم تسعد والده تو عارفون و رقیه تو جبران نوره؟ میگه چرا مادر عارف و رقیه از کوه بالا نرفت؟ جوابش اینه که لأن رجل ام رجل الام رجل الام کانت تولمها، برای اینکه زیرا پای مادر درد میکرد. دومین سوال میگه مازا کان اعضاء الاسره یشاهدونه؟ اعضا جمع مکسر عضو میشه. میگه که اعضای خانواده چه چیزی میدیدند؟ اعضای خانواده چه چیزی میدیدند؟ الحجاج و فیل متاره، حاجیان در فرودگاه رو میدید. این جلسه اعضا و اسرت اعضای خانواده کجا نشسته بودن؟ امام تلفازه، در برابر تلویزیون. کیف یکون جبل نور، کوه نور چگونه میباشد؟ کوه نور چگونه می باشد؟ یکون مرتفعن، بلند می باشد. و آخرین سوال، من کانه یبکی، چه کسی گریه می کرد؟ والدا الاسرته. خب مطلبی که در مورد این باید بگم، این بچه در از والدانه بوده، کتاب رو نگاه کنیم مشخصه این در از والدانه بوده، مصنع بوده، منتها چون مضاف واقع شده نون مضاف حذف شده. قانون داریم که هرگاه مضاف مصنع باشه یا جمع مذکر باشه، جمع مذکر سالم باشه، در هنگام اضافه شدن به اسم دیگه نون حذف میشه، نون مصنع حذف میشه. فعلا تا اینجا بسته. برای جلسه بعد قواعد درس دو رو خدمتتون عرض میکنم. اگر سوال نیست خسته نباشید. سلام دخترای من، خسته نباشید. درس دو معنی رو براتون میگم. کتابتون رو آماده بذارین. کتابتون رو داشتیتون. الدرس الثانی.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مسؤول و إنكم مسؤولون، بیگمان من و شما مسئول هستیم. اینکم مسئولون، قطعا شما مسئول هستید. کانت سمیتو به انتظار والدتها بعد انتهاء دوام مدرسه. سمیه پس از پایان ساعت کار مدرسه منتظر مادرش بود و کانت حجرات المدرسه مغلقتن و کلاس های یا اتاق های مدرسه بسته بود. حجرات جمع مؤنث سالمه، مفردش حجرت. و کانت مدیرت المدرسه و بعض المدرسات ینتظرن ان تفرغ المدرسه من الطالبات. ان تفرغ المدرسه من الطالبات. خب و مدیر مدرسه و برخی از معلم ها منتظر بودند که مدرسه از دانش آموزان خالی گردد. اندازن سمعت سمیت و صوت مکیف الهوائه من احد الحجرات فظنت ان طالبات صف آخر فی حصت تقویت او یمارسن نشاطا حرا. در این هنگام سمیه صدای کولر را از یکی از اتاقها شنید. احد الحجرات، احدا مؤنث واحد بچه ها، طبق قواعد درسی که براتون گفتم عدد یک و دو، احدا مؤنث. گمان کرد که دانش آموزان کلاسی دیگر در کلاس تقویتی هستند یا مشغول فعالیت آزادند و عندما نظرت به دقت وجدت الحجرتن فارغتن و بابها مغلقن و اونگاه که با دقت نگاه کرد اتاق را خالی و درش را بسته یافت و ذهبت الى مدیرت المدرسه و اخبرتها به ما شاهدت فشکرت المدیرت و طلبت من سمیت اطفاء المصابیح و المکیفه. در نتیجه به سوی مدیر مدرسه رفت و او را از آنچه دیده بود با خبر کرد. مدیر از او تشکر کرد و از سمیه درخواست کرد یا خواست چراغ‌ها و کولر را خاموش کند. اندازن شاهدت المدیرت و طالبتن باسم فاطمه. کانت فاطمت و تزهبال اقلاق هنفیت المائلتی کانت مفتوحتن قلیلن. در این هنگام
در این هنگام مدیر دانش آموزی به نام فاطمه را دید. فاطمه برای بستن شیر آبی که کمی باز بود می رفت. و فی صباح یوم تالی شکرت مدیرت المدرسه فی الاستفاف صباحی سمیته و فاطمه لاهتمام هما بالمرافق العامه. و در صبح روز بعد مدیر مدرسه در صف صبحگاه از سمیه و فاطمه به خاطر توجه آنها به تأسیسات عمومی تشکر کرد. استفاف صباحی میشه صف صبحگاهی و مرافق العامه میشه تأسیسات عمومی. و فی حصه العلوم الاجتماعیه قامت رقیه و سالت المدرسه. و در زنگ دانش اجتماعی رقیه برخاست و از معلم پرسید ما المقصود بالمرافق العامه؟ منظور از تأسیسات عمومی چیست؟ اجابت المدرسه یل اماکن التی تمتلک هر دولت و ینتفع به الناس جمیعا. معلم پاسخ داد همون جاهایی است که دولت مالک آن است و همه مردم از آن سود میبرند. اذا فهمت معناها فاذكر لنا امثله للمرافق العامه. اگر یا هرگاه معنایش را فهمیدی برای من برای تأسیسات عمومی مثال هایی ذکر کن. اجابت رقیتو المدارس و الهواتف العامتو و الهواتف عامتو و المستشفیاتو و المستوصفاتو و المتاحفو و المکتباتو و دورات المیاهه و حدائق العامتو و الاشجار و علم رسیفه و اعمدت الکهوا. خب رقیه پاسخ داد مدرسه ها المدارس جمع مکسر و جمع مدرسه مفرده. مدرسه ها هواتف جمع مکسر هاتف تلفن. تلفن های عمومی مستشفیات جمع مؤنث سالم مستشفی بیمارستان. مستوصفات جمع مؤنث سالم مستوصف. متاحف جمع مکسر متحف. مکتبات جمع مؤنث سالم مکتبت. دورات المياه جمع مؤنث سالم دورت دورت المياه. ما حدائق العامه حدائق جمع مکسر حدیقت. اشجار هم که مشخصه شجر. خب رقیه پاسخ مدرسه ها تلفن های عمومی بیمارستان ها درمانگاه ها موزه ها کتابخانه ها سرویس های بهداشتی پارک ها درختان کنار پیاده رو و تیرهای برق.
أجابت المدرسة: أحسنت، والحفاظ على هذه المرافق واجب على كل مواطن. خانم معلم پاسخ داد: آفرین بر تو و نگهداری از این تأسیسات بر هر شهروندی یا هم‌میهنی واجب است. سألت الطالبات بتعجب: لما وكيف ذلك واجب الدولة؟ دختران دانش آموز یا دانش آموزان، فرق نمیکنه، دانش آموزان با شگفتی پرسیدند: چرا و چگونه، برای چه و چگونه آن وظیفه دولت است؟ قالت المدرسة و هي مسئولیت مشترکت فالسمیت التي ادفعت المكيفة والمصابيح و فاطمة التي اغلقت حنفیت الماء و الطالبة التي تدخل مكتبة المدرسة فتحافظ على الهدوء فيها وعلى نظافة الكتب وترتيبها. خانم معلم گفت: البته آن مسئولیتی مشترک است. سومگی که به خاموش کردن کولر و چراغ‌ها اقدام کرد و فاطمه که شیر آب را بست و دانش آموزی که وارد کتابخانه می شود، کتابخانه مدرسه می شود و آرامش و آرامش آن و پاکیزگی کتاب ها و ترتیب آنها را حفظ کند. و تلک التي تنسب من یرمی النفایات فی غیر مکانها بکلام طیب و آنکه منظور هم دانش آموزی که نصیحت میکند کسی را که زباله را در غیر جای مناسب می اندازد و آنی که دانش آموزی که نصیحت می کند کسی را که زباله در غیر جای مناسب می اندازد اینها مانند حالا یعمل به واجبات هن که مواطنات یشعر بالمسئولیت. اینها مانند شهروندانی که احساس مسئولیت می کنند به وظیفشان عمل می کنند. قالت سمیت و قالت قامت سمیت و بقالت. سمیه برخواست و گفت: الیس من المناسب کتابت و هذا الحدیث علی اللوحه
جداریت آیا نوشتن این حدیث روی روزنامه دیواری مناسب نیست؟ لوحت الجداریت روزنامه دیواری مناسب نیست؟ اینکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. خب بقا جمع بقعت، بهائم جمع مکسر بهیمت مفردش. پس بقا و بهائم هر دو جمع مکسر بودن. اینکم مسئول، قطعا شما مسئول هستید حتی در مورد زمین ها و چارپایان که از امیر المؤمنین علی علیه السلام است. این کلام قبلت المدرسه و قالت هذا الاختراق اختراق حسن و سنت آون و جمیعا علل عمل به هذا الحدیث. خانم معلم پذیرفت و گفت این پیشنهاد خوب است و همگی برای عمل به این حدیث شریف همیاری خواهیم کرد. همگی برای عمل به این حدیث همیاری خواهیم کرد. احسنت موجمش لغتش بچه احسنت آفرین بر تو. اخبر خبر داد. استفاف سباهی صف صبحگاهی. ادفع خاموش کرد. احمدت ستونها مفردش عمود. اغلق بس. اقترا پیشنهاد. امتلک مالک شد. اندفع سود بود. بهائم چارپایان به جز درندگان. بهائم چارپایان به جز درندگان. مفردش بهیمت. بقا قطعه های زمین. قطعه های زمین مفردش بقعت. تعاون همیاری کرد. تیار جریان. حافظه نگهداری کرد. حجرات اتاقها. حر آزاد آزاده. حست زنگ درسی قسمت. حفاظ علا نگهداری از حنفیت الماء شیر آم. دوام مدرسی ساعت کار مدرسه. دورت المیاه سرویس بهداشتی. دورت المیاه سرویس بهداشتی. رما پرت کرد. اندعزن در این هنگام. فرق خالی شد. قام برخواست. مارسه انجام داد. تمرین کرد. مرافق عام تأسیسات عمومی. مغلق بسته شده. مکیف الهوا کولر. مواطن شهروند هممیهن. نشاط فعالیت. نصح پند داد. نفایت زباله. هدوء آرامش. هاتف تلفن. اکین سهیل و خطر حسب نص درسه میگه درست و نادرست را طبق متن درس مشخص کنید.
کانت شماره یک، کانت سمیت و به انتظار والدتها للذهاب الى المنزل. میگه سمیه برای رفتن به خانه منتظر مادرش بود. درست. دو، ذهبت المدیرت و نفس حال ادفاع المصابیح و مکیفه. میگه که مدیر خودش برای خاموش کردن چراغ‌ها و کولر رفت. غلط. اخبرت سمیت و مدیرت المدرسه به ما شاهدت فی الحجرت. میگه سمیه به مدیر مدرسه خبر داد آنچرا که در اتاق دیده بود. درست. چهارم، المرافق العامتو هی الاماکن التی یمتلکها بعض الناس. میگه تأسیسات عمومی همون مکانهایی است که برخی مردم آن را مالک می شوند. پنجم، شکرت المدیرت و فی الاستفاف السواهی جمیع الطالبات. میگه مدیر در صف صبحگاهی از همه دانش آموزان سپاسگزاری کرد. اینم غلطه. بر اساس متنی که خوندیم اینم غلطه. خب، قواعدو که براتون بچه ها جلسه قبل گفتم. به امید خدا تمارین رو تو خونه حل میکنین. دوباره من با کمک شما به صورت پرسش و پاسخ بررسی میکنم و پاسخ صحیح رو بهتون میگم. خسته نباشید.